تو نمایش به نوجوانه یا سال همانی رو دیدی؟ با هم رفت اینجا چه بیدی سال نو مبارک زده مبارک شده این برش من با ماجیک کار کنم برش با اگه گفتی من کیم نمیدونم سلام میترا سلام چطوری؟ خوبی؟ چقدر خوشحالم کردی اومدی ها مرسی زحمت کشیدی عزیزم چه خانومی خوش رنگی چقدر جلی جذاب مرسی مثل همیشه خوشتی بود چه خبر سلام جان ببخشید چند تا از دوستات اومدن گلم بود امیر استادم سلام شریف زندگی و این نمایشگاه مشترکمون هم که با هم تبریک میگم میترا جون که استاد زبانم بود خیلی خیلی خوشبختم به دوستاتی سر نمیزنی چرا باشه شما نمیزنی باش شما خوبی؟ معلم زبانش بودی؟ بله چه سوالی؟ سلام احوال شما خیلی خوش آمدید خیلی متشکرم دستون درد نکنه به ما هم زبان یاد میدین؟ شما نقاشی به ما یاد بدین؟ چون که نه نمایشگاه خوب بود نه؟ خیلی ببین باورت نمیشه تابلوهای من 8 تا خریدم حالا امیر دو تا اونم طبق معمول حسودی شد اوف چه جور ولی بیرون خودش نمیاره که نکبت سر پول تابلو هم که کلا سرت میذاره نمیدونم خیلی مطمئن نیستم ولی خب به هر حال بهش احتیاج دارم دیگه ببین ترم یه تضادی توی تو هست یه جایی کاملا مستقل و سرپایی یه جایی هم احساس ضعف میکنی ضعف که من واقعا بعضی وقتا فکر میکنم دوستم داره امیر تو رو دوست داره ولی 10 تا دختر دیگه هم دوست داره نمیدونم خودم احساس کردم به حس شک نکن ترمشون امیر به قله کلاهبرداری کیز و چشرورم هست پدرس برو بابا تو هم کارش اینه دیگه باید با مردم بگه بخند سیاستش اشبه بیخورده بخرم تو چیزی دیدی ازش؟ یعنی مشخصا کاری کرده؟ چرا لفظ قلم؟ حتما که نباید مشخصا باشه اولاغ ولی خودش تو چیدمان نمایشگاه یه کاری کرده بود کارهای من بیشتر به چشم بیاد. نمایشگاه خارج چی؟ بابا حالا اونجا فرق میکنه. لابد فرقش هم امیرخان میدونه و میتونه با رفیق بازی و باج و بی خیال جون مادر ترمه. بادومیا سنتشونه یه بار ازشون ساعت میپرسی بعد هر دفعه که میبیننت به لبخند ملیح میزنن با این ساعتی که اونجا آویزونه که باید قهقهه بزنن اگه لبخند میزنن از ادبشونه داشتم تمرین انگلیش میکردم استاد دیگه وات تایم ایزی که عمه منم بلده راجع پست مدرنیست که سوال نمیکردی حالا به پست مدرنیسم میرسیم امیر خان عمرن اگه برسی تو اینقدر به هوش و ذکاوت بدهکاری که عمرن تسویه بشه نگفت چقدر تاخیر داره تو اگه کار داری میخوای برو ای بابا چرا هرچی من میگم بعدش رو تعبیر میکنی
الان دیگه مامانت میاد و همه چی رو بدا میشه. به قول آبادانیا اینو کجای دلم بذارم که؟ تو مثل اینکه دلت نمیخواد اوضاع درست پیش بره ها؟ تو به دلخواه من چی کار داری؟ آره خب تو که این چیزا برات اهمیت داشته که حالا نگران رفتنت هم میفهمی؟ نمیفهمی دیگه حالا که بهترین موقعیت رو داری یه هوای رفتن زده به سرت. اولا که یه هوایی نیست، دوم من میخوام خودم رو اداره کنم. نمیشه که تو اول تو مدیر برنامه هم باشی. پس دعوتنامه گالری تو از دارغوزآباد واسه من بفرست. برات از آرتکس بوی نیویورک میفرستم استاد. شهادت که نه خوشگیم آرتکس های نیویورک. تو همیشه باید انرژی منفی بدی همیشه. بس که چرت میگه دیگه. تو خوب. مسافرین محترم، پرواز شماره 2215 هواپیمایی قشم به مقصد استانبول لطفا به خروجی 14 باز مامانه. مامانم اومد اوناشون شادیگری هست. چه لغتیه؟ پیشکش. تو پیشکش میکنی؟ نه خیر ببخشید میگم خودش پیشکش کنی. آفرین دختر خانم. خانم ها و آقایان، عزیزی، میرزایی، پرغنا، یوسفی، لطفاً به خروجی 14 مراجعه فرمایید. خوبی مامی جون؟ دلم وسط یه ذره شده بود. تو که هیچ وقت منو نداشتی، چطوری دلت تنگ شده؟ بذار من برم چمدونم بگم الان زودی برمیگردم. ببخشید خانم، شما منتظر کسی هستی؟ بغل به مامیت نمیدی؟ هنوزم همون بوی عطر، عطر مامان. هر دفعه میبینم ات بزرگتر خانمتر. امیر پس شاپسر ایشون هستن. حالا اگه به مرد 40 چند ساله هنوز میشه گفت شاپسر، بله سلام. علیکه سلام. 40 فلانی تازه اول چلچلیه شاپسر. شما چجوری اومدی بیرون متوجه نشدی؟ من میدونی اینجوری هم که معمولا یهو غیب میشم بعد یه هایی ظاهر میشم. بریم هم میارم بفهم چنه دینیم هم چرا افته از گاهی افتاله. حالا این نقاشی هایی که میکنی توش پولی مولی هم هست؟ خب امیر تو فروش تابلا خیلی به من کمک میکنه، روابط عمومیش خیلی خفنه. خفن؟ یعنی خوبه، خیلی خوبه. خوبه که خوبه. راستی از عموی قرازت چه خبر؟ اون بنده خدا مثل همیشه خونه، کار، کار، خونه. آخه بنده خدا با اون سیبیلای تاق و جفتش هنوز اون سیبیلا رو داره؟ بله با اجازتون. به من چه که با اجازه من؟ چندش هم میشه. اگه چندشت میشه چیکار با سیبیلاش داری؟ راستی ماشینم کجاست؟ ماشینت؟ خب ماشین من و بابات. خوبه اونم دیگه به خرج افتاده ولی من هنوز دوستش دارم. پس شده ماشین مشتی ممدلیاره؟ ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمعتلی. ماشین مشتی ممدلی صندلیاش فنر داره، بحر مسافرین خود زحمت و درد سر داره. رفتن با اتول بود باعث کوری و شلی. همه با هم ماشین مشتی مندلی نبوغ داره نسندلی. ماشین مشتی مندلی از اونو بیمار. ماما هم میتونیم بری خونه امیر، هم میتونیم بری خونه گلاره منشی امون. همینم مونده که برم پیش منشی عمو زپرتیت. نه عزیزم من اونجا نمیام. منشی عمو هست ولی بیشتر دوست قدیمی من. مامی جون من میرم جای همیشگی پیش هما جون. خورو پفای من که یادت نرفته. نمیخوام زابرات کنم. هر جور راحتی. بعد این همه سال که اومدی همین شب اول داری منو تنها میذاری میری. چطور باور کنم دلت برام تنگ شده؟ تو راحتیت از همه چیز برات مهمتره ماما. اسب سفیدم خیلی قشنگه، وقتی که را میره اینجور صدا میده. بیتیکو 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 بیتیکو. تبل بزرگم خیلی قشنگه،
وقتی که میزنم اینجور صدا میده بوم 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 بوم. سلام. آره دیشب بیخوابی زد به سرم، این کارم رو مخم بود، گفتم تمامش کنم تا صبح. معلم متوجه شدم، چقدر ملاحظه من کردی. سعی خودم رو کردم، حالا اگر تقی به توقی خورده شما تقش رو به توقش ببخش. باریکلا غیرت کردی. بله، سر صبح پاشتم رفتم حلیم گرفتم، اون وقت خانم تا لنگ زور خوابیدی یه قهوه هم دست من ندادی. یکم دندون رو جگر بذار بفهمیم برای شما سستاد. آره جونم مامان جونت، بهت گفتم خجالت کشتی قهوه خودت داری. چه طبعه ها میزنی برای تو بردم دیگه. چطوره؟ خیلی معمولیه. معمولیه؟ محشره، فوق‌العاده است. این اثر با آدم حرف میزنه. خب اگه فوق‌العاده است چرا نظر منو میپرسی دیگه؟ حالا کارت به جای رسته از من استادت ایراد میگیری؟ آدم حسابت کردم دیگه، انچو شک. اولاق چی کار میکنی؟ اولاق هفت جد آبادته، یک بار دیگه با من درست هفت نزدنی میزنم داغونت میکنم. انجرکا از کجا دوردی امروز؟ بابا تو رسمن دیوونه ای، رسمن مغز تو گذاشتی زمین. اگر شاگرد از استادش جلو نزنه دنیا عقب عقب میره. آتش بدون دود زنده یاد نادر ابراهیمی. امیر، امیر بیا حلیم بخوریم سرد میشه. عصبی شدی؟ من فکر کنم مامانت بیاد حالت خوب میشه. من هیچ وقت حالم با مامانم خوب نمیشه، بدتر میشه که بهتر نمیشه. الانم میدونم دیگه، اومده میخواد بند کنه منو به خودش ببره. منم نمیتونم دیگه، اما این همه سال هم برام پدری کرده هم مادری کرده، بعد من یه دفعه ول کنم برم؟ بله البته تو هم مثل دختر واقعی به عموت محبت کردی. بابا همین شبایی که نمیرم پیشش به خدا عذاب وجدان میگیرم. ولی خب از طرفی نمیخوام مامانم هم ناامید کنم دیگه، بعد این همه سال اومده میخواد با هم زندگی کنم. تا خوبه. ولی چی؟ چیزی که انتظارشو دارم بگو امیر. ولی هر جا بری همچی حلیمی گیرت نمیاد، بعد نگی نگفتی. همه چیزو میزنه به شوخی و حواله میده به بعد. بعد کی امیر؟ متنفرم از این بعد بعدا. چرا همین الان نمیگی هر جا بری باهات میام؟ چرا با تحکم دستور نمیدی که ترم نرو؟ کاش میفهمیدی چقدر بهت وابستم بیشور. الو گلاره کجایی تو ترمه؟ تو راه هم دارم. نمیری تو، عمود منو پشت اگه گفت کجایی. ببین من یه نیم ساعت دیگه اونجا، فقط موندم چجوری بگم به عمو. پیونه الان که ازش شاکی بهترین فرصته. خب حالا اون بنده خودم یه شب چه میدونم زیاده روی کرده، واسه اولین بار دستشون بلند کرده، کاری که تا حالا نکرده بود. بعد من یه دفعه چشمو ببندم رو اون همه سال محبت و پدری که کرده در حقم. سلام. دیر اومدی عمو رفت خونه. ای بابا جلال، خب نگرش می‌داشتی دیگه ترا. من چیکارم که نگرش دارم؟ انگار رئیسنا. ای خب پس به رئیست بگو من دارم میرم دیگه، منو نمی‌بینه. میام تو دختر، خودتو لوس نکن. دلم واسه خنده‌هات واسه احمد تنگ شده بود، پدر سوخته. حالا دیگه تلفن منو جواب نمیدی؟ چطور دلت اومد این همه وقت منو تنها بذاری؟ اگه یه بار دیگه تکرار بشه که دیگه کلن میذارم میرم اونجا. من که عذرخواهی هم کردم خانم فرزاد، بازم شرمندم بابت اونجا. خب بالاخره هر پدری هم ممکنه یه بار دستش رو دخترش بلند شه، بشکنه این دست، ولی کلن گذاشتم کنار. باریکلا، پس کلن گذاشتین که نه؟ چه اراده ای؟ ها کن ببینم.
دیگه صبحونه که نمیخورمش. چرا؟ چرا؟ بعضی وقتا دیدم از صبح شروع میکنی. کلن گذاشتم کنار. قهوه با خامه ها. اما تو چرا ازدواج نمیکنی؟ پناه بر خدا. خواب نما شدی؟ نه. خب من امیر بریم سر خونه زندگیمو که خب تنها میمونی. اون موقع هم یه خونه میگیرم نزدیک خودم که گاهی بهم سر بزنی. خب من میگم کاره پیش میاد. بالاخره من شاید بخوام برم سفری چیزی چه میدونم. تو که نمیتونی تا آخر عمرت تنها بمونی. معشوقه ای چیزی همدن در دافی. بدون حاشیه بهم بگوینم چی شده. چیزی نشده. مستاجر خونه رو تحویل داده، کلیدش هم پیش بنگاهیه. طبق وصیت پدرت بعد 20 سالگی دیگه وقتشه که سند خونه رو به نامت بزنم. این بارم رو دوشم برداشته شه. همونجا زندگی کن، نزدیک خودم هم هستی. عمره. چرا خونه به اون خوبی؟ نقاشی شده، آماده. من از خونه بچگیام بدم میاد. نگفته بودی تا حالا؟ خب الان دارم میگم. من اصلا از اونجا خوشم نمیاد. جانم. آقا روبیک دم دره، میگه چیکار کنم؟ سویش دست سرایی داره. بگو ماشینو بیاره تو پارکینگ بذاره صندوقه. باشه چشم. عجب گذاشتین کنار. نمیشه که هیچی خونه نباشه. یه وقت مهمون میادم اینجا خوشگو خالی. الکی نگو عمو، خودتو گول نزن. تو نمیتونی. معتاد شدی به این آشغالای تقلبی. اولا نه کجا میدونی آشغال تقلبیه. ثانیا اصلا معتاد شدم. گیرم یه چند سالم زودتر بمیرم. چجوری با این همه تلخی که تا مغز استخونم دوای فراموشی همون جون؟ خب پس نگو کلن گذاشتم کنار. الو. سلام دختر. سلام، خوبی؟ کجای ترمه؟ دفتر عموم هم. چطور؟ بیا پارک شهرک. الان؟ آره دیگه. آخه الان کار داریم عزیزم. خیلی خوب، باشه میام. بای. امیر بود، یه کاری پیش اومده، من باید برم. امیر بود. میدونی عمو جان، راستش عمو مامان اومده ایران. الان همون بود زنگ زد. بو برده بودم همه چیز. ببین دخترم، تو این همه سال مادرت یه بار اومده ایران، اونم میخواسته تو رو با خودش ببره و خوشبختت کنه. تو هم موندی اینجا و نرفتی و بدبخت شدی. آخه داستان اصلا اونجوری که شما فکر میکنین نیستش. من خودم خیلی وقت پیش برای بورسیه اقدام کرده بودم، الانم تقریبا کارام درست شده. البته هنوز نمیدونم میخوام برم یا نه، تکلیفم الان معلوم نیست، ولی بالاخره اونم مامانم دیگه، مخصوصا که الان به خاطر من اومده ایران. مامانت به خاطر تو. چقدر خوشخیالی دختر، چقدر خوشخیالی. اگه بگی مامانت میخواد ببرتت که بهش میگم غلط کرده. اما اگه خودت میخوای بری، من آینده تو رو فدای خودخواهی خودم نمیکنم. مامان چرا وقتی با آمور مدرسه هم عوض کردی؟ این به چه سلام گفتنته دختر؟ خب حالا سلام چرا عوض کردی؟ خب برای اینکه اون موقع فکر میکردم بچه ها تو مدرسه میگن این دختره باباش مرده. خب بگن اینجوری که با آدم مهربون‌تر میشه. خب من فکر میکردم اینجوری برات بهتره، به نفعت. چه فکر بی ربطی. با ربط و بی ربطشو کاری ندارم. خب اینجوری فکر میکردم دیگه. اصلا من اومدم تو شهر بی در و پیکر، این دختر خوشگل خودم رو بردارم با خودم ببرمش. دیگه سانتیمانتال بازی در آوردم. بس بریم به کارون برسیم. بیا بیا ترمه. اگه واقعا منو دوست داری چرا 9 سالگی ولم کردی رفتی؟ از اون مردش جدا شدی، تنها شدی، دیگه برو بیای قدیمو نداری. حالا فکر کردی بیای منو ببری که تنها نباشی؟ نه؟ یادت بچه بودی میاردن تو این پارک بازی میکردی؟ آره تابستونه انقدر میلاش داغ بود نمیتونستم بشینم روش. منم شلوار پات میکردم، سوار سرسرت میکردم که کوکونت نسوزم.
بیا به. مگه بابا به غیر از اون خونه کوفتی چیز دیگه ای هم داشته؟ دفعه پیش اومدی همین وسط بود. بابا ما با هم حرف زدیم. حرف باد حواس عزیز من. من مطمئنم بابات خیلی چیزا داشته که عموت این وسط هاپولی کرده. ببین موقعی که من از بابا طلاق گرفتم هیچ چی ازش نخواستم ولی الان برگشتم تا حقمو بگیرم. میگم میخوای دردسر درست کنی؟ دردسر چی مامی جون؟ اومدم حق تو رو بگیرم. بالاخره حق منو یا خودتو؟ من تو نداره عزیز دلم. من کلی دلار وسط خرج کردم، پول وکیل دادم تا اقامت تو رو درست کنم، تو رو با خودم ببرم. مگه من چمدونتم مامان؟ ماجرا این دفعه جدیه جدیه. ببین زندگی اون بار بدون پول خر حمالیه، مصیبته. اینو از من یادت باشه. حالا دیگه مطمئنم که باباتون پولو داشته. لباتون پولم مثل خونه داده به عمو جهانت که مثلا واسه سرمایه گذاری کنه، اونم این وسط پولا رو هاپولی کرده. مامان تو از کجا میداده به عمو جهان؟ الان آقای گفت با ساعت شریک بوده. به خاطر که بابات فقط به جهان جونش اعتماد داشت عزیز دلم. ببین رفتن پیش ساعت کار تو، کار من نیست. بعد بری بفهمی که بابات این پولو چی کار کرده، اون 20 میلیون بابا چی شده. مامان کی تموم میشه این؟ تازه شروع شد عزیز دلم. من اومدم اینجا تا پول از حلقومشون بیرون بکشم. مهندس خیلی بهتر شدی یا بعد اصلا یواش یواش بذاری کنار؟ خیال میکنم با اصلا خوشتیبتره. بعد هم آقای دکتر خیلی تنبله. اگه امرو رو دوست داری باید مجبورش بکنی به زرگ دگنک هم که شده نرمش کنه. دگنک میگم بیتونم. بله. کجای ترمه؟ عمو رو آوردم فیزیوتراپی. رفتی پیش صاحب؟ ماما ولم کنی که تو رو خدا، من خوشم نمیاد این گورگاری. نه باید خوشت بیاد که عزیزم، باید مردم رو بشناسی. در اولین فرصت میری پیش صاحب. بای. گلر تو میتونی با من بیا؟ کجا میخوای بری؟ بابا تو چی کار داری دیگه؟ فکر کنی ماموریته. دلم نمیخواد تنها برم. تو جهنمم بخوای بری تنهات نمیذارم. باهات دمت گرم. ترمه جان چی اومده؟ تولدت مبارک. عمو صاحب اومده ببین چیز خوشگلی هم خورده. عمو صاحب ممنون. آره یادمه تولدم بود، بابام نیومده بود، منم از تولدم قهر کرده بودم تا اینکه عمو صاحب اومد با یه چرخیاتی. انقدر ذوق زده شده بودم که نیومدن بابام یادم رفت. سال شما بابا اون ساله زمین شریکی داشتین که فروختین 40 میلیون تومان. شما میدونین بابا سهمش از اون فروش چیکار کرد؟ سهم بابا؟ بله بله کاملا میدونم. پسر یه قلم کاغذ بردار بیا بجون. اول نهارتون رو بخوریم بعد من بهتون میگم. نه دیگه عمو باید بریم. نه مگه من میذارم شما پاتون میذارین غذاتون رو بخورین هر چون میرین برین. نه حرفا چیه؟ بسیار این آدرس تلفن اون وکیلی که مادرت بهش مراجعه کرد. بابا تقریبا همون موقع همه پولو داد به همین وکیل. دیگه ریز پول و قصه و قضیه تو دفتر دستکش هست. بهش مراجعه کن میگه. عمو صاحب مطمئنی؟ وکیلو من به مادرت معرفی کردم. مطمئنه مطمئن. ماشینو کجا پارک کردم؟ اون هست. با این ماشین اومدی؟ ترمید. 10 بار بهت گفتم دلتو زد از این ماشین سیر شدی همینجا پارک می‌کنی سوئیچو تحویل میدی چکو میگیر میری. من ببین از جوونی عاشق این مدل ماشین بودم، نتونستم بخرم برام عقده شده، هنوزم درگیرشم. به خصوص این ماشین اینقدر بابات خاطره داریم با این ماشین که جزئیاتش هم نمیتونم بهش اشاره کنم. آخه چقدر خوب شد این ماشین آوردی، همه خاطرات زنده شد. خیلی خوب. مامانت اومدی ایران؟ شما کی شنیدین؟ از کسی نشنیدن. مامانت هنوز خیال میکنه که ما سر پیام کلا گذاشتیم. الان هم تو رو فرستاده پی تحقیقات. ببخشید. بابای ترمه که میدونست همسرش ترمه رو میخواد بذاره بره، 20 میلیون اون موقع رو دادی که همسرش بره؟ یه چیز شما دخترم توجه نکردی. بابای ترمه از اون عتیقه های روزگار بود که زن و ملک شخصی خودش نمیدونست. برای همینم هم کار مهاجرت همسرش خودش انجام داد. به وکیلم سه قبضه سفارش کرد که مطلقاً لیدی بویی از این قضیه نبره. پس واقعاً عاشق همسرش بوده؟ واقعاً عاشق همسرش بوده که نتونست تحمل کنه و آره اینجوری شد.
یعنی چی عمو؟ چی رو نتونست تحمل کنه؟ بابا جون این گرفتای روزگار و فشارهای روحی که همه ما دوچارشیم دیگه کار به سکته میکشه دیگه. منم پوست کلوف بودم که دووم آوردم، اون بنده خدا نتونست دووم بیاره. یعنی چون مامانم میخواست ولش کنه بره سکته کرده؟ لابد دیگه، تو دعوای زن و شوهری هیچکی نمیتونه قضاوت کنه، خودشون میتونن، به کسی ربطی نداره که. بعدش هم بابات یه آدمی بود که بسیار محبت داشت، یه اشکال داشت، این محبت وامونده رو بلد نبود ابراز کنه. تمام. اما وقتی بابا مرد مدرسه منو عوض کردن، شما نمیدونین چرا؟ آره همون روز یه آدامسم برات گرفت. من چه میدونم بابا، سوارشین برید به کارتون برسید. بفرمایید بفرمایید، خداحافظ. شما خیلی خوشحال شدم دیدمتون. همیشه میگفتی مامانت خودش پول مهاجرتشو داده. آره خودش میگفت، اما الان این مهم نیست. مهم اینه که اینا راجع به مرگ بابام یه چیزایی به من نمیگن. دیدی ساعت چی گفت؟ گفت بابا نتونست تحمل کنه. چی رو نتونست تحمل کنه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده؟ چرا مدرسه هم عوض کردم؟ یک عالم سوال. همینه. یعنی اینو باید ببرم بزنم تو سر مامانم. ترمه جون مامانت توی سن نسان که عوض میشه، پس فیرس نخورا. الو ماما. چی گفتون ساعد ساره؟ جوابش کتبیه، باید بیارم. پس میام خونه عموت اونجا جواب ازت میگیرم. ترمه. خب آخه مامان نمیشه بیارم اینجا. چی شد؟ این مامان من دست ور نمیداره. دست ور نمیداره. اما مامان میخواد بیاد خونه ما. خیال میکنی مامانت برای چی اومده ایران؟ فقط برای یقه گیری با من. شما میدونستین که بابا زمینش رو فروخته که هزینه مهاجرت مامانو بده؟ آره همه هم میدونستین. بابا از یه جنس دیگه بود، واقعا با همه مرد و فرق داشت. من نمیدونم این مامان من یا واقعا بیشرمه یا زیادی احمق. اصلا برای چی جدا شدن؟ مامان طلاق میخواست، بابات هم زیر بار نمیرفت، میگفت این یه دوره بحرانیه که میگذره. دوست داشت واقعا مامانتو، اما مامانت انقدر جدی بود که رفت به این که حکم بگیره که بابات روانه. یعنی میگفت بابا دیوونه است؟ همین دیگه، بابات فکر میکرد آدمی که میتونه بره تا جایی که به شوهرش مهر دیوونگی بزنه ممکنه برای دخترش هم نقشه بکشه. این بود که خونه رو زد به اسم من. که هر شب بابام یادمه مهربونی هاشم، همچه من رو بغل میکنم این چلو شبا خیلی قابونش کنم، شبا به علالم میکنم برای اون قصه میگو، بعد اما قصه رو همونجور که من دوست داشتم تمام میکنم. بابام که این سکته کرد، نمیتونست رفتن مامانتو تحمل کنه. نه منظورم اینه که شب بود، روز بود، که بود. مامانت چب به من خبر بود، آخری شب بود. اما واقعا سکته کرد؟ بعد توی هیروویری بعد مرگ بابا چرا مدرسه منو عوض کرد؟ گفتم شاید رفتی قاطی باقالیا. باقالیا؟ آه باقالیا. مثل اونایی که تازه زن و شوهر میشن بعد فکر میکنن که خیلی کار شاقی کردن. میدونی مثل کیا؟ مثل اونایی که ماشین چینی میخرن بعد توش موندن ولی برون خودشون هم نمیاد. من که بدون ماشین چینی رفتم تو باقالیا. آره میبینمشون باقالیا. سیگارت میرسه؟ بگیر منم. چیکار میکنی ترمه؟ خول شدی؟ به تو چه امیر؟ تو چی کارشی؟ نگران سلامتیشی؟ ایوه زدی وسط خال خاله، شرط میبندم این بابا دوکی موکی معلمی چیزیه. خودشه، تو هم زدی تو خال ملوان. خب این گلابو برمیدارم جای اون سیگار. گلابمو با سیگار تاق نمیزنم ولی بیخیال، مال خودت مجانی. اینم به جای بقیه گلاباست، جای من بریز رو انباخت. دست در نکنه خاله، این که خیلی زیاده. همین خاله گفتن یه میلیون میارزه. خب اگه یه میلیون میارزه بقیهش رو بده دیگه، من خیلی نیازمندم.
قطعه چند بود؟ بیدیم ساعت چی گفت؟ همون دوست باید که رستوران داره؟ چی گفت؟ ولش کن، حالا بعدم بهت میگم، تو فازش نیستم دیگه. واقعا رفتارت غیر قابل تحمل شده بابا، خستم کردی. از هر دری باید میان بنبسته. چی کار میکنی دیبا؟ ترمه ترمه، ساعت چی گفت؟ اون چیزی گفت به هم ریختت؟ حتما کلمه فاسق رو شنیدی، اما فکر نکنم از شنیدنش مخت سود کشیده باشه. فاسق؟ خب شنیدم دیگه، حالا چرا باید مخم سود بکشه؟ نمیخوای پاشی؟ پاشو دیگه. سلام آقا، ببخشید من و بابام اومدیم به زهرا و گمش کردم، میشه لطفا پیجش کنی؟ اسمشون؟ پیام فرزاد. آقای پیام فرزاد به اطلاعات. آقای پیام فرزاد به اطلاعات. یکم حواس پرتی داره، لطفا بگین دخترت اینجاست. آقای پیام فرزاد، دخترتون جلوی اطلاعات منتظره. تو پیج میکنی چه کاری میکنی تو؟ فکر کنی یه دفعه بابا میاد اینجا میگه من پیام فرزادم، دخترم کو بابا نه تو بابا. آقا من پیام فرزاد هستم، گفتین دخترم. ترمه دیوونه بازیه چی از خود در میاری؟ رفتی بابای مردت رو پیج کردی؟ دارم باید حرف میزنم، مغز داغون شده، باید بری دکتر. ترمه با تو هم دارم باید حرف میزنم. این کی اومده اینجا؟ حالا چه تره؟ روی بیشتر رو هست. ترمه بابایی، همه گلابا رو ریختم واسه همسایه ها، هیچی بر خودت نمون. تو هم اینجوری بودی نه؟ ولی دیگه به من مربوط نیست چجوری بودی. اگه حرف نزنی این آخرین باره که میام پیشه. یا حرف بزن یا بمیر. واقعا بمیر بابا، بمیر. ساعت دیگه میرسم خونه جهان. بای. عمو
عمو. بله. چقدر دیگه اون تو کار داری؟ من که همیشه عموم هم 10 دقیقه است. چه خبر شده؟ زود بیا بیرون دیگه. منم بابا. جونم ترمه جان. الو. جونم عزیزم. امیر جان سلام، خوبی؟ سلام. ببین مامان داره میاد اینجا خونه عمو. الهه نازمو دمنوش میخوره؟ اما مامان داره میاد اینجا، تو برو بیرون که دیگه داستان نشه تو رو خدا. نمیگفتی هم خودم فهمیدم. گول شدن نداره که، چرا دست پاچه شدی؟ چند سال پیش هم اومدی یه سیخی به زندگی ما زد و رفت. چرا لج میکنی؟ دوست داری بیاد اینجا جر رو بس کنی؟ آره دوست دارم، اینجوری که نمیشه. مرگ یه بار، شیونم یه بار. ببین کیه؟ فکر کنم امیره. لشگر کشی میکنم از من پدر ساخته. یعنی شما اومدی اینجا نذاری لیلی من علیلو به سیخ بکشه و کباب کنه؟ نه آقا من جسارت نکردم. ترمه تماس گرفت گفت سری خودتو برسون. بکنم ترمه خانم منو به عنوان بادیگارد اختصاصی خودشون احضار کردن. ولی شما با نصف سیبیل که دو شما چرا؟ ترمه همو جان استاد باله. رفت لیلی رو پوزه بهم بزنه بیاره بالا. به به، اومدی استقبال مامیت؟ مامان تو رو قرآن یه بار شر بپا نکنم. تو دخالت نکن ترمه. یعنی چی تو دخالت نکن؟ تمام این داستان به من مربوطه. اینجا زندگی منه، خونه منه. نمیشه هر روز پاشو بیا هر کاری دلت میخواد بکنی. باریکلا. بیا اینم جواب اون زمینی که می‌خواستی بدونی سایر چیکار کرده. چیکار کرده؟ وکیل کتبن نمیشته بابام امضا کرده. بابای من پول اون زمین داده واسه مهاجرت تو. دروغ بهت گفتم. مزخرف گفتم. مزخرف تو میگی. خفه شو. خودت خفه شو. تابیت. سلام لیلی خانوم. آخه نکبت با اون سیبیلات تو خجالت نمیکشی ها؟ واقعا خجالت نمیکشی؟ آخه حق این بچه خوردن داره؟ لیلی باور کن تو بازیگر خیلی خوبی میشدی. حیف خودتو حروم کردی. آقا جهان واسه هر کی میزنه جاده خاکی واسه من یکی نمیتونی بزنی. من تو رو خوب میشناسم، از وقتی پشت لب سبز نشده بود میشناختم. تو هم منو خوب میشناسی. بابا مگه نگفتی بالا نمیگیره؟ پای زمین تازه پایینشه، بالاش هنوز مونده. مامی جون آره خوب میشناسم. لیلی ثابت نیا، فرزند بویوه آقا، شماره شناسنامه 1300 زرشک. نام پدر بویوه آقا درسته؟ جون لیلی درست نمیگم؟ اسم بابا بویوه آقا نبود؟ از جوونیت استاد علمشنگ درست کردن بودی. زیپ بسته یه جاهایی بهتر از زیپ بازه. اصولا زیپ باز مایه افشاگری و آبروریزیه. برو خانوم، برو بذار زیپ دهنم بسته بمونه. جرأت داری دهن تو بکن تا همینجا جرش بدم؟ فکر کردی من کم از تو میدونم؟ آره قبل از اینکه شوهر من بمیره تو اون ساعد سارق تنبونتون هم نمیتونستین بالا بکشین. حالا به این آلاف علوف رسیدین. هر چی داری از شوهر من داری، از حق و حقوق دختر من داری. لیلی جون میدونم که ماشاءالله هزار ماشاءالله خیلی دهن دریده ای. اگه همین الان تشریفتون رو نبرین زنگ میزنم پلیس 110 بیاد تشریفتون رو ببرونن. میگم دیدی جون بذار ترمه واسه خودش تصمیم بگیره. حالا این داستان خانم ببین استاد من شاگردت نیستم، ترمه هم بچه نیست، خودش میتونه واسه خودش تصمیم بگیره. من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم، ولی اگه بخوام فقط خودم تصمیم میگیرم. خودم تمام. دخترم فرمودن تمام یعنی فینیش. یعنی ترمه جان کمک کنی تو. مامان اگه متوجه شدیم لطفا. اوکی حالا از این خونه میرم، ولی تا حق و حقوق بچه‌مو نگیرم پام از این مملکت بیرون نمیذارم. حق بچت بچگیش بود که تو رو میخواست و تو هم داشتی با اون لنده هورون ور دنیا خوش میگذروندی. حالا که یارو ولد کرده و تنها شدی احساس مادرانت گل کرده. آره لیلی جون یه کوچولو دیر اومدی، تشریف ببرین لطفا. من واسه تو یکی دارم. تشریف ببرید لطفا. نمیخواستم اینجوری بره، نمیخوام اینجوری بره. امیر ببرین دنبالش. بایزاد
شماها چرا اومدین؟ من شما رو میرسم دلی جون. لازم نکردیم. دیگه با ما غضب نکنین دیگه. ما که همینجوری در خدمتیم. خدمتگزار نمیخوام استاد. حالا چه بخواین چه نخواین ما همینجوری هستیم. خدمتگزار. خوش اومدی. امیر سویچ بده من برم ماشین رو بیارم. مجبور شدم سر کوچه گذاشتمش. همون جلو. گذاشتی تو کاسه‌شو. حسرت جون، مثل اینکه تو هم از توبره میخوری هم از آخر. بابا اینجوری چرا حواسم بهت بود؟ وقتی داشت جان حرف میزد قشقش میخندیدی باهاش. مکالمتون با مزه بود کلا. بابا کی مرد؟ یعنی چی؟ خب وقت تو بچه بودی؟ کی مرد یعنی صبح بزرگ بود یا چه؟ شب خوابید صبح پا نشد. بریم استاد. خدافظ. اما راست پسکنده بابای من کی مرد؟ من دیروز پرسیدم. دوباره میپرسم، دوباره بگو. مامانت شب به من خبر داد، دید وقت شب بود. شب خبر داد. من همین الان مامانم حرف زدم. میگه بابا شب خوابیده صبح بیدار نشده. یعنی یه صبح تا شب لفت داده تا به تو زنگ بزنه؟ خب شاید من اشتباه میکنم همونجا. سالم جواد، امیتال چند تا اتفاق مهم تو زندگی افتاد ها؟ یکی، دو تا، چهار تا، صد تا، هزار تا. اما یه دونه از اون اتفاقای مهم مرگ بابای من، مرگ صمیمی‌تری رفیقت نبوده؟ خب چرا؟ عمو جان، از یه اتفاق مهم 50 سالم که بگذره آدم تک تک لحظه هاشو با دیتیل تو ذهنش میمونه. یعنی من دارم دروغ میگم؟ هم تو داری دروغ میگی، هم مامان دروغ میگه. آخه یه مرده 40 خورده ای ساله که به قول خودت صحیح و سالم بوده، چرا باید یه دفعه سکته کنه؟ مامانم چرا باید یه دفعه ول کنه بره؟ مدرسه من چرا باید عوض کنه؟ چرا؟ من تحتوی ماجرا رو در میارم. بعد وقت این میگفت بابای من دیوونه از اینکه خودش دیوانه ی عالمه. دارم خواست بکشمش امروز. هم اونو، همون امیر کسافت. یه دقیقه بشین. عمو جان. یه چیزی میخوام بهت بگم که تا حالا نگفتم. بابا چند روز قبل از اینکه سکته کنه به من گفت جوان، اگه من بمیرم تو هوای ترمه رو داری؟ انگار میدونست که. گفتم این چه حرفیه پیام؟ ترمه رو با هم بزرگش میکنی، من دختر تو رو چشام میذارمش. چجوری یه مادر میتونه بی خیال بچهش بشه؟ خب من موقع زن و بچه داشتم. مامان تو هم به هوای این که بالاخره یه زنی هست که ازت نگهداری کنه، زن من، و یه دختری که هم سن و سالت باشه و هم بازیت باشه و برات خواهری کنه، مورالو میگم دخترم، تو رو گذاشت و رفت. بعدم که حالا اون اتفاقات افتاد و اونا کانادایی شدن و من و تو اینجایی، ولی در کل دیدم تک و توک هستن زنایی که حالا به دلایلی انتقام خودخواهی یا چه میدونم طرف روانی بیخیال بچهش میشه. همون جون آدمیزاد موجود پیچیده‌ایه.
خیانت درست زمانی اتفاق میفته که غرق شدی توی اعتماد. اعتماد، اعتماد، اعتماد. سحرخیز شده آقامو، بعدش هم سپرایز با کله پاچه. خانمی خوش رنگی، چقدر جلد، چه کیف جذاب. مرسی. پیشو آنوش جونتون کله پاچه بخوری. لیاقت شما خیلی بیشتر از اون امیر عوضیه. شده خواب بد دیدی عزیزم؟ خواب هیولا دیدم. خواب هیولا؟ هیولا که واقعی نیست عزیزم، فقط تو فیلم هست. فرید دختر خوشگل. ترمه؟ گلاره، سلام. سلام و زهرمار، معلومه تو کجایی؟ از این شب طوله کلی دنبالت گشتی. خودم هم دارم دنبال خودم میگردم. چی شده؟ داری میای دیگه؟ آره دارم میام. حالا خب، حالا بیا بیرون میبینم. آه باش. یه شب تو صبح خودتو شکنجه دادی که امیرخان یه گوی خورده. من هر وقت خواستم یه چیزی فراموش کنم، بدتر اومده چسبیده به ذهنم. حالا که همچین شد، بذار یه چیزی که خیلی وقت بهت نگفتم و بگم تا پرونده امیرخان بسته شه. من نمیخوام بشنوم که داره. اتفاقا میخوام بی‌رحم باشم بگم تو هم مجبوری گوش بدی. نمایشگاه قبلی تو یادته؟ من اومدم نیم ساعت بودم و رفتم. پیشنهاد چی؟ پیشنهاد داد بریم دعای کمه. ترمه خودتو به خریت میزنی؟ بهش گفتم آقای استاد من و ترمه دوستای قدیمی هستیم. کسافت به هم گفت همیشه نزدیکترین دوستان که با طرف دوستشون میپرن. انگار اینجوری کیفش بیشتره. عوضی. بعدم تو گفته بودی شب بعد نمایشگاه خونه مهمونی داریم. Thank you.
جده تو؟ نمیخوام خودم واسه افروز کنم. هم من خودم واسه افروز کنم، یا من تو خودم واسه افروز کن. راستش یه ذره رو برا نیستم. میخوای بریم یه چارت بزنیم؟ آره اگه بشه که عالی میشه. چه کنه؟ قربونت برم. تو اتاق؟ باشن درم میبرنم که سر صدا نیفت. دمت گرم. امیر جان گلا رو خوابش برد، من دیگه بیدارش نکردم. خوب کردی. کجا بریم وقت شب هست دیگه؟ شب بیدار میشم همه جور جمع جور میکنم خودم. الان دیگه رو پام بند نیستم. تو برو بخواب عزیزم. سرتو بذاری خوابی خوش به حالت. منم که باید تا صبح بال بال بزنم برای خواب. بیشتر نصف شب اومد تو اتاق من. اینجا چی کار میکنی؟ گله رو تو چرا این همه مدتی چی به من نگفتی؟ گذاشتم به وقتش الان. الان که گندش در اومده. دیگه الان که گندش در اومده چه فرق میکنه به هم بگی یا نگی؟ ترم تو داری منو محاکمه میکنی؟ همونقدر که به تو توهین شده به منم شده. یه جور دیگه‌اش. نشده؟ تابلوهای خودتو نمیخوای سوار کنی؟ نه دیگه قربونه، اون که سواری میده همونقدر مقصری که سوار کار. آتش نشانیه، بفرمین. ببخش خونه روبروی ما آتیش گرفته. روز آخرین روز عمرت بود چی کار میکردی؟ همین کار که امروز کردم. کردیم. همین کار که امروز کردم. دمت گرم رفیق. پس دیگه جایی هیچ پشیمونی باقی نمونه. برو بابا. بابا میترسم. برو. نه ترس. قربونت برم. من اینجام. پیام. دختر من نمیترسه، دوست نداره. دوست داره. دختر من نمیترسه. حیف کن، حیف کن. ترمه جون، صبحونه رو میزه، چایم تازه دمه. در مورد مرگ بابات که خیلی کنجکاو بودی، یه آشنا پیدا کردم تو پزشکی قانونی که اگه مرگ بابات غیر عادی بوده باشه میتونه جواب همه سوالاتو بده. اسم و تلفن و نشونی اون آقا رو برات تلگرام کردم. چیکار میکنی؟ داره بارو میاد خیس میشی قربونه.
دارم. نمیگه خیس میشم تو این بارمون. من باید امشب که بارونی خونه از گریه خالی شم. این همه سال به هم دروغ گفتن، به هم نگفتن. بابای من خودشو از روی همین تراس پر کرد پایین. رفیق تر میشم. بزرگ دنیامون با این همه قد دلتنگی من نیست. دردی تو این دنیا اندازه درد از دست دادن نیست. من باید امشب که بارونی خونه از گریه خالی شم. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق تر میشم. کجا برم حالا یادم بره امشب از درد من کم شه. گریه ازم دوره ای کاش یک لحظه بغضم حریفم شه. با زخمهای من با این تن خسته رفیق باش امشب. هر چی که باد آباد من ترمه میمونم تو تیغ باش امشب. شیشوله عزیزم بیدار شدی؟ چی شده؟ خودمو خیس کردم. اینی نداره عزیزت دلم، همه خودشون رو خیس میکنن. منم بچه بودم خودم خیس کردم. به کسی نگیم. بیا بریم تا من عوضت کنم. بابا تو کوچولو بودی راستی راستی خودتو شبا خیس میکردی؟ بعضی شبا که هندونه میخوردم یا آب زیاد میخوردم پیش میومد. شمشب ششما بخوابم. این آدم ها انگار مثل خودم هستن، حال منو دارن، حال منو دارن. این چشمای لبریز، این چشمهای عب، چرا نمی بارن، چرا نمی بارن. اینجا تنهایی بابا نه؟ آدمیزاد تنهاست، همه تنها. کی تنها نیست؟ مامان همیشه میگه تو تنهایی رو دوست داشتی. برای لاپوشونی کاراش میگه. خب پس یعنی اینجا خیلی تنهایی نه؟ همین که مامانتون رفقای متظاهر رو نمیبینن خودش خیلی هم خوبه. کیه اون رفیق متظاهر؟ ببین ترمی جان، من واقعا نمیخوام که آویزون تو باشم. تویی که همش افتادی دنبال من. بابا من همش دارم دنبالت میدوام که حرف بزنیم، ولی تو مجبورم میکنی که کشفت کنم. تلاشتو بکن کشفم میکنی. خب رفیقای صمیمی تو ساعت بودن و جهان. اگه ساعت نبوده پس یعنی کی بوده؟ جهان؟ هنوزم مثل بچگیات عجولی. من عجولم بابا، خیلی بی‌انصافی. بهم بگو چرا خودکشی کردی؟ خواهش میکنم بگو.
ترم جان، تو نمیتونی دنیا رو عوض کنی، نمیتونی آدم ها رو عوض کنی. اگر بتونی خودتو یه ریزه تغییر بدی، خیلی هنر کردی. اگه گفتی این چیه؟ حلقه ازدواج تو بابا. فقط دختر من میتونه انقدر باهوش باشه. روزی که این حلقه رو دست بابا میکردی چی فکر میکردی؟ چه حسی داشتی؟ چه حسی؟ آدم ها یادشون میره ترمیچون، از هم دیگه رد میشن. بابات آدم بدی نبود، ولی باور کن اصلا یادم نمیاد چه جوری بود. فقط یه چیزای گنگی یادمه. میدونی مامی جون، از نظر من مردا فقط برای فان هستن، واسه سرگرمی، نه بیشتر. در ضمن خیلی ببو و ساده هم هستن. هیچ وقت نباید به این فکر کنی که دارم به چی فکر میکنم، چون اصلا فکر نمیکنم. بابای من یا همه این مردای دیگه مثل امیر نیستن که من احمق بهش دل بسته بودم. تو اینجور فکر میکنی، تو بیماری، تو فاسق داشتی. اگرم نداشتی وانمود میکردی که داری، که بابا ولت کنه. ولت نکرد، خودشو ول کرد، خودشو کشت. بابا چرا خودکشی کرد؟ خودکشی؟ از بس که ضعیف بود. ضعیف بود؟ خب بالاخره آدم های ضعیف هم وقتی خودشونو میکشن که یه چیزی نقطه ضعفشونو تحریک کن. نقطه ضعف بابا چی بود؟ من چه میدونم ترمه؟ یعنی چی نمیدونم؟ مامان تو زنش بودی، باهاش زندگی کردی، نمیدونی؟ گفتم که عزیزم، آدم ها یادشون میره. باور کن یادم رفته. مسخره است، واقعا مسخره است. امروز قرار بود جوابتو بدم، درسته؟ من یه فکره عالی دارم واسه ترمه. سلام، خوش اومده. ببخشید که دیر شد خدمت شما. ببین، فکر میکردم در مورد آینده تو با جهان اختلاف نظر نداشته باشم، ولی جهان هفت خطه، داره بازیمون میده. مامان تو اصلا میدونی من چند سالم بود که منو ول کردی رفتی؟ الان که دیگه ازت توقع مادری ندارم، مادری که هیچ وقت نداشتم. مامی جون، تو چرا نمیفهمی؟ من دارم واسه مادری میکنم. روزگار عوض شد، خب منم عوض شدم. شرایطت عوض شده که عوض شدی، وگرنه فقط یک کلمه، با من هستی یا نه؟ من دیگه نمیخوام دنبال چیز بدوم، نه ارث، نه عمو، نه خارج، نه تو من با تو هیچ جا نمیام. اگه اینجا دیگه کاری نداری، بلیط برگشت تو اوکی کن. ببین ترمه، اون عموی سکسیبیل تمشیر قدیس نیستا؟ شاید، ولی تو هم. من چی ها؟ من چی؟ نفرت انگی. این حرف دیادت باشه، فردا از من گلایه نکنی ها. من باید پولایی که واسه خرج کردم و جاشو پر کنم. پر کن، پر کن. دست خالی نمیتونم برم. میخواستی پیش ما بخوابی؟ بیام. میشه پریا رو واسم بگی؟ عزیزم، یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا. پریا گشنتونه، پریا تشنتونه، پریا خسته شدی، مرق پر بست. خدا پفت میکنه پریا، خوروپوش میکرد. الان یه کاری میکنم ساکت شی. پیشته، پیشته، پیشته به دست اومده، پیشته. دیدی؟ ترمه، ترمه. آره، من امروز دفتر نمیام. عالم یکم مزاحم نیست. یه بار با ولم کن، خوابم میاد. مشنگ چیه دیگه؟ مشنگ تو به اون چی کار داری؟ عمو تو امروز نمیاد دفتر.
خب به من چه خوش به حال تو بی بخواب گفتم شاید بخوای بری خونه آب لیمو چپونش کنی حالش جا بیاد. در ضمن شادم تتو یه چیزایی در آوردی. عمو عمو جان من سرما خوردم واگیر داره نه یا تو چی شدی؟ سرما خوردم شدی خب چه شدی یه دفعه؟ خب چرا اینو گرفت؟ عمو جان میگم سرما خوردم خیلی خب ببینم بچه قیافه سیبیلات چی شد؟ میگم سیبیلات چی شد ها؟ مامان شب اینجا بود؟ مامانت عمو جان مامانت دیشب اومد اینجا تا صبح یه بند تا صبح یه بند آه و ناله کرد و بدبختیاش گفت من تا صبح نفهمیدم چی شد عقلم سر جاش نبود انقدر گفت تا خریت کردم میدونم خریت کرد دیدم بیچاره هست درمونده هست تو هم که از اون خونه خوشت نمیاد اصلا خودت گفتی بدم میاد عمو جان من دو برابرشو بهت میدم اصلا همه زندگی من مال توه خونه رو دادم به مامانت اصلا همه هارت و پورتشم همین بود الان که الان کجاست؟ میگم الان کجاست؟ نمیدونم کجاست اول باید برام سراغ اون لجن ولی بعدش نوبت توه برای اینکه منو به جرم قتلت نگیرن قفل در خونه رو عوض کن جهان عمو جان ترمه عمو جان یه دقیقه صبر کن عمو جان سلام خواستم هلا خانم رو ببینم اجازه هست؟ بله ترمه توی؟ سلام آجاز سلام چه خانم شدی؟ چه بزرگ شدی؟ مامانم اینجاست؟ مامانت چمدونشو بست و رفت گفت اگر بمونم این دختر میاد اینجا یا من کاری دست اون میدم یا اون یه کاری دست من میده نمیدونی کجا رفت؟ من قایمش نکردم دوست عزیز بله سه سوت دیگه تمومه نه من نظرم عوض شد میخوام اون قفل قبلی رو برگردونی سر جوش میدونی از کی من درگیرم دستمزد هر چقدر باشه من بگیرم اونو برگردون سر جوش این قفل معمولی نیست بعد حساب دستمزد هم نیست آخه من هر الان چقدر باشه من بهت میدم من الان به مشتری قول دادم بعد قول میشه یه کاریش بکن امروز نمیرسم فردا پس فردا برات عوض میکنم پس فردا دیگه به درد من نمیخوره گلار دفتری هنوز؟ آره چطور مگه؟ نه صبر کن دارم میام. ببین مامانه غیبی زده رفتم پیش هما جون میگه چمدوناشو جمع کرده رفته. کجا رفت؟ چه میدونم فرار کرده. ببین بعد بفهمیم پروازش کیه فقط. یه دوستی دارم توی آژانس الان دیگه تعطیلم. بذار فردا صبح بهش حتما زنگ میزنم. خیلی خوب دیگه تو پس تعطیلشو در بیا. فقط سریع ها گلار سریع. ترمه جان قفل عوض شده کلید همون جاییه که بچه گیاد بود چه خوب شد که اومدی همون جان بشین
بشین میخوام همین چیزو برات توضیح بدم. من اگه ویلت کنم برای همیشه برم چی میشه؟ من دق میکنم همچون مطمئنم. اینو مطمئن. واسه همینم الان چمدونم رو جمع میکنم و برای همیشه از این خونه میرم. تا دیگه این قیافه غریبه رو نبینم. تو هم منو نبینی و دق کنی. تو دوبار به بابام خیانت کردی. یه بار تو جوونی، یه بارم به خاطر یه هوس جا مونده از جوونی سیبیلاتو زدی و خیانت در امانت کردی. امانت بابای منو دادی دست کسی که بابام از ترس اون به تو اعتماد کرده بود. من خونه رو نمیخواستم، الانم هیچی نمیخوام، ولی تو باید جزای دوبار خیانتتو پس بدی. خودش تا حالا تو آینه به خودت نگاه کردی؟ به چشای خودت نگاه کردی؟ شرم نکردی؟ آینه من عاشق مامانت بودم، واقعا عاشقش بودم، اما هیچ سرنخی بهش ندادم. رو حساب وسواسی که داشتم دارم میخواست بیشتر بشناسمش، اما تا اومدم بشناسمش دیدم مامان و بابات خیلی با هم جور شدن. قضیهشون جدی بود، خیلی زودم با هم ازدواج کردن. بعد یکی دو سال که تو به دنیا اومدی اختلافاتشون بالا گرفت. عشقشون اون روی خودشو نشون داد. نفرت. مامانت هر وقت حالش بد بود میومد خونه منو درد و دل میکرد. سرش رو میذاشت رو شونه من و گریه میکرد. من از همینم خیلی احساس گناه میکردم. چی باید به بابات میگفتم؟ این خودش یه جور خیانت بود. تا اینکه یه شب که من خیلی زیاد روی کرده بودم، مامانت اومد خونم و پا به پای من نشست. شرمم میاد بگم. از اون شب به بعد از بس احساس گناه میکردم به مامانت گفتم دیگه حق نداری بیای اینجا، اگه بیای در رو رود باز نمی کنن. همون هم شد. از همون موقع دیگه با من چپ افتاد. سیبیلم که هیچی، کل هیکلم. تو چون احساس گناه میکردی من نگه داشتی، یه شایدم چون یادگار لینجین بودم و فکر میکردی بالاخره یه روزی هم که شده به خاطر من میاد سراغت. احساس گناه بود، اما از اینکه دختری مثل تو داشتم هم خوشحال بودم. آره آره، بعد از اینکه مارا رفت یه شب هم نشد خوشگذرونیاتو تعطیل کنی به خاطر من. من هر شب کنار یه پرستار میخوابیدم، پرستاری که برام قصه نمیگفتن. تو به خاطر لیلی منو نگه داشتی. آره لیلی از سیبیلات خوشش نمیومد نه؟ یک عمر به هم دروغ گفتین کسافتا. شکستن اینا چه دردی رو دوام میکنه دختر؟ این تازه حداقلش عمو جان. من به اینا احتیاج دارم، اینا دوای درد منه. گفتی احتیاج داری؟ من احتیاج رو برطرف بکنم. نکن دختر،
بیا این دوایی دردت. نکن نذار دستم رود بلند شه. بخور. میگم نکن. بخور. نکن. کجای دارم میرم فرودگاه. چرا منو خبر نکردی؟ پروازش خودت گفتی دیگه، فرصت نبود. باشه برو خودم میرسونم. ببخشی خانم، میخوام ببینم مامانم کارت پروازش رو گرفته یا نه. اسم مادرتون؟ لیلی ثابت نیا. اسم پدرش؟ بویوک آقا. بویوک آقا. ببخشید آقا، من اگه بخوام برم ترانزیت هست که باید بپرسم چجوری باید اجازه بگیرم. حراست. گفتی پدر دوست من بوده؟ بله، پیام فرزه خیلی هم بهتون سلام رسون. بسو یادم نمیاد، نمیشناسمش. چطور نمیشناسینش؟ بابای من خیلی آشنا. حالا شاید هم یه حاج آقای دیگه بوده تو فرودگاه، نمیدونم. خب حالا چیکار داری؟ من میخواستم برم اون بر مامانم ببینم. اون بر؟ یعنی بعد از کنترل پاسپورت؟ بله. خب اون ور نمیتونی بریم، میتونیم پیجش کنیم بیاد این ور ببینیش. آقا حاج آقا، مشکل اینه که مامانم نمیخواد منو ببینه. خب اصرارت برای دیدنش چیه؟ ببینی حاج آقا، من یه برادر کوچیک دارم، یه خواهر کوچیکم دارم، البته بزرگتر از اونه. بعد بابام هم زمین گیر و مامانم داره ول میکنه هممونو بره اون ور. گفتم شما اگه اجازه بدی من برای آخرین بار برم مامانم ببینم، باهاش حرف بزنم، شاید بتونم راضیش کنم برگرده سر خونه زندگیش. حاج آقا تو رو خود، دو دقیقه بیشتر طول نمیکشه. شما خودتون رو بزنین جای من، فکر کنین که مامانتون. مادر من میخواد منو ببینه. شما فکر کنین منم دخترتونم دیگه. گفتی چند تا برادر داری؟ دو تا یه برادر یه خواهر دیگه. اکبری بگو خانم درگاهی بیاد. یه بابای معتاد و دادش کوچیکم انداخته ور دل من. چه مادرای تو اینا گذاشته داره میرم، اصلا نمیدونم چیکار کنم. خدا کمکم کن پیداش کنم، زندگیمون از هم پاشیده شد. ای اونا هاشش دارم دست چون من یه وقت برم الان. عزیز دلم، من مسئولیت چی مسئولیتی؟ من نه کارت پرواز دارم نه پاسپورت دارم. کجا میخوام برم؟ الان برمیگردم. من باید همراهت باشم. به خود مردم نمیشه جا میام پشت در دست چون وایی خجالا تو در میام. بسه برمیگردم. دختر مسئولیت دارم. به 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 ترم خانوم، فقط دختر من میتونه بدون پاسپورت و کارت پرواز بیاد داخل سالن ترانزیت. ببین مامی جون، من فقط نیم ساعت وقت دارم که یه بحث خانوادگیه که الان بالا میگیره. کارت هم که تموم شده، برو بیرون. چه خوب که خلوت کردی، اینجوری راحت‌تر با هم حرف می‌زنی. جناب ببخشید، اینجا توی دستشوی زنجیره اتفاقاتی انگار داره می‌افته. ببین عزیزم، من باید تا نیم ساعتی دیگه سوار هواپیما بشم. می‌تونی توی این نیم ساعت به من فحش و بدبیرا بگی، می‌تونی هم دختر باهوشی باشی، بری سر اصل مطلبی که به خاطرش تا اینجا اومدی و سوالتو بپرسی. سوال؟ پس فاسق تو جهان بوده، درسته؟ اون ذهن مریض بابای تو بود که واسه من فاسق تراشید. این گو خوردن های اضافی هم به تو نیمده بچه، این چیزا به تو مربوط نیست. اعتراف کرد، خودش اعتراف کرد. اعتراف هم نمی کرد، بوی گند عطر تو و سیبیلای اون همه چی رو لو می داد. قاتل!
تماشا بی‌پروایی. درست مثل خودم. من نمیخوام از تو باشم. دلخور نباش. از من فقط یه رگه هایی داری. ولی کپی باباتی. مثل اون آشفته. بددل، وحشی. آخرش هم یه روز مثل اون خودتو عین یه کیسه زباله از بلندی پرت میکنی پایین. میدونی چرا همه بهت گفته بودن بابات سکته کرده؟ چون تو نینی کوچولویی. همه ملاحظتو کردن. آره، بابات خودشو از تراس انداخت پایین. از بس که ضعیف بود. چون من دیگه دوستش نداشتم. ولی اون عاشق من بود. میخواستم از اون زندگی نکبت خلاص شم. بیام بیرون. آره میخواستم از اون زندگی نکبت خلاص شم. خلاص شم. خلاص شم. برم بیرون. ازش طلاق میخواستم. بهش التماس کردم. گریه کردم. زاری کردم. به پاش افتادم. بعدش هم عصبانی شدم. اونم به من حمله کرد. گلمو فشار داد. میخواست خفم کنه. بعد یهو ولم کرد. رفت رو تراس. خودش از اون بالا پرت کرد پایین. از بس که ضعیف بود. همه دورش جمع شدن. همه شهرک فهمیدن. همه فهمیدن که بابات خودکشی کرد. واسه همین مدرسه‌تو عوض کردم. در مورد خونم بهت گفته بودم. من کلی پول وکیل واسه دادم. واسه هر سنتش زحمت کشیدم. میخواستم تو رو با خودم ببرم. ولی تو نخواستی با من بیای. بهت گفتم باید این پول رو جایگزین کنم. ولی تو حالیت نشد. مجبور شدم برم سراغ جهان. گفت تو از اون خونه بدت میاد. گفت دو برابر اون پول رو بهت میده. دیگه چه مرگته ها؟ چی از جون من میخوای؟ من دیگه دارم میرم ترمه. دیرم شده. خدافظ. ماما. عزیزم. آروم باش. آروم باش. انجلی میخواست. بله. آقا حضورتون اینجا ضروریه. تا چند دقیقه دیگه میگه. ممنون. اینجوری میخواستی از مادرت خدافظی کنی؟ این بود کار حیاتی؟ خانم شما از ایشون شکایت دارین دیگه. چه شکایت؟ دخترمه. جانم یعنی مرگ نداره، این روز اول داره کار میکنه. باریکلا انصافا خوبم نگه داشتیش. یه دوتا ترک داره فضای سرت ولی خیلی خوبه. ببینم و این کارت ماشین، بیمه، ماین فنی، این سند، بیمه آخراش. خب حالا دست درد نکنه. خیلی خب پول اومد به حسابه؟ بله بله. راضی هستی؟ بله.
حرفی حدیثی هر بحثی هم الان بگو. نه مبارکتون باشه. مبارک جفتمون باشه ترم جان. دیروز یکی از دوستام که مشتری اینجا هم هست خیلی دلش می‌خواست تو رو ببینه، حرف تو پیش اومد. بهش گفتم امروز میای اومده. اوناش. شهیدم میخوای بری؟ گفتم برای آخرین بار ببینمت. آخرین باره؟ آره، آخرین باره. آخر تو، آخر مادرم، آخر همه و همه چی. بعد این همه ماجرا یکم بزرگ شدم، میخوام خودم رو بدونم.